لحظه ای که دکه را ملاحظه می کنید، آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت پاریس به مدت 1 ساعت در نشست مشهور به کنگره ورسای در برابر 577 نماینده مجلس و 348 سناتور بیش از 1 ساعت سخنرانی و برنامه های کاری خود را شرح داده است. احزاب مخالف پیشتر می گفتند این کار نخست وزیر است و نه رئیس جمهور، هرچند که پیشینیان آقای مکرون از جمله آقایان سرکوزی و اولاند نیز چنین کرده بودند. روزهای پنجشنبه و جمعه آقای جواد ظریف در پاریس با وزیر خارجه، با رئیس جمهور، با رئیس مجلس دیدار و گفتگو داشت. آقای لارشه رئیس مجلس سنا پیشتر به تهران سفر کرده بود. اما ملاقات وزیر خارجه بر سر خبر بی اساس بودن اینکه آیا این دو با هم دست داده اند و یا نه شایعاتی شنیده شد که تماماً بی اساس بود. در عوض حجاب و بی حجابی در این عکس خوشبختانه خبرساز نشد. اما خبر جدیتر امضای قرارداد پارس جنوبی با کمپانی توتال است. لطفاً به میزان سهام کنسرسیوم شامل فرانسه، چین و جمهوری اسلامی توجه و دقت کنید. چین 30% و عمدن تهران 19.9 و فرانسه 50.1 و همین 1% امتیاز تام و تمام اکثریت را به کمپانی توتال میدهد تا از هر نظر هر چه میخواهد تصمیم گیری کند. البته تر حدود 40 ماه دیگر آغاز بهره‌برداری خواهد شد و نهایتاً برای منافع ایران با سود همراه است. مدیر توتال همکنون در تهران است و نکته جالب توجه این که در این زمینه فرانسه از امریکا پیشی گرفته است. همکنون رئیس جمهور چین نیز در مسکو به سر می‌برد. دلار همیشه از دور و نزدیک در پای میز مذاکره ایستاده است. خبر دیگر این که رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند در ملاقات 2 ماه پیش آقایان ترامپ و لاوروف رئیس جمهور آمریکا یک طرح مافوق سری اسرائیل علیه داعش را در اختیار روسیه گذاشته است. هنوز تایید و تکذیب این خبر دیده نشده است. خبر دیگر درباره اسرائیل، آقای اهود المرت که 3 سال نخست وزیر اسرائیل بود به دلیل رشوه‌خواری محاکمه و به 27 ماه زندان محکوم شد، اما اینک پس از 16 ماه زندان را ترک کرد. کمتر دیده شده که در خاورمیانه دولت مردی به دلیل فساد اینگونه محاکمه و زندانی شود. پس از 30 سال جستجو عاقبت لوئیس کارلوس روشا یکی از مهمترین سرکرده‌های دسته قاچاق مواد مخدر در برزیل دستگیر شد. میگویند در بازجوهای آتی ممکن است نام‌های را از واحدهای دلار، یورو و حتی ریال بشنویم. رسانه‌های ایران میگویند در 6 سال اخیر تعداد معتادین 2 برابر و به مرز 2,800,000 نفر رسیده است. در شهر آوینیون پس از تیراندازی به 7 نفر در برابر یک مسجد گمان به یک عمل تروریستی می رفت، اما تحقیقات می گوید فقط تسویه حساب شخصی بود است. پلیس جوان 23 ساله‌ای که قصد تیراندازی در جشن 14 ژوئیه به سمت آقای مکرون را داشت دستگیر کرده است. در فیلادلفیا پلیسی که یک پسر بچه 8 ساله را از شکنجه والدینش نجات داد اینک رسماً توانست او را به فرزندی بپذیرد. گزارش امروز را با مراسم بزرگداشت آقای هلموت کل به پایان ببریم که صداهای احترام بسیار شنیده شد، اما دیکتاتورها هنوز صدای تاریخ را نمی‌شنوند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای.